آر گفته محیط و مساحت شکل ها را به صورت جبری بنویسید. مستطیل سبز رو ببینید بچه ها، محیطش میشه دو برابر طول به علاوه دو برابر عرض، پس خواهد شد دو آی به علاوه دو دبلیو، و مساحتش میشه آی ضرب در دبلیو. بچه ها این قسمت رو ببینید، مثلث رو اگر محیطش رو بخوایم میشه دو آی به علاوه بی، مساحت مثلث قاعده ضرب در ارتفاع. ارتفاع رو نداده، من در این شکل دارید میبینید براش ارتفاع کشیدم و اسمش رو گذاشتم H. پس مساحت مثلث میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو که میشه H ضرب در B تقسیم بر دو. بچه های گلم مستطیل بعدی طولش عبارت است از 3A و عرضش 2B. پس برای محیطش همونطور که اینجا میبینید من نوشتم دو تا سه آ. چرا؟ چون دو تا طول داره، دو برابر سه آ به علاوه دو برابر دو بی، که دو برابر سه آ میشه شیش آ به علاوه چار بی و ساده تر از این نمیشه. اما برای مساحتش میتونیم بنویسیم سه آ ضرب در دو بی که با هم ضرب میشه و میشه شیش آ بی رو میتونیم به عنوان مساحت برای مستطیل در نظر بگیریم. قسمت بعد گفته عبارت های جبری رو ساده کنید. 1 3A منهای 8 به علاوه 7A به علاوه 6B. بچه ها نگاه کنید، ما اینجا میتونیم 3A رو با 7A جمع کنیم که دارید میبینید 10A شده. اما منفی 8 و 6B به هیچ عنوان دیگه قابل جمع نیستن و خودشون رو مینویسیم، پس میشه 10A منهای 8 به علاوه 6B. قسمت دوم گفته 2x منهای 8 منهای پرانتز باز 3x به علاوه. بچه نگاه کنید، 2x منهای 8 رو خودشو نوشتم، بعد این منفی دقت کنید، این منفی در تک تک اینو ضرب میشه، میشه منفی 3x منهای 7. حالا همونطور که دارید میبینید 2x با منفی 3x قابل جمعه که میشه منفی x، و منفی 8 هم با منفی 7 قابل جمعه و جواب آخرمون میشه منفی ایکس منهای 15. بچه ها ببینید، 4 در 2 ایکس منهای 1 به علاوه 3 ایکس منهای 7. این عدد 4 در 2 ایکس دیکس و 4 ضرب در منفی 1 دارید میبینید شده منفی 4، درسته؟ به علاوه 3 ایکس منهای 7 هم که خودش نوشتم. حالا نگاه کنید، این 8 ایکس با این 3 ایکس قابل جمعه که شده 11 ایکس، و این منفی 4x با این منفی 7 قابل جمعه که جواب میشه منفی 11، پس جواب میشه 11x منهای 11. سوال بعدی بچه های گلم، 2x منهای 7 منهای پرانتز باز 4x به علاوه 8. 2x منهای 7 خودشو نوشتم بچه ها، این 4 منفی در 4x ضرب شده و همچنین منفی در 8 که شده منفی 4x منهای 8، پس شده 2x منهای 7 منهای 4x منهای 8 که 2x با منفی 4x میشه منفی 2x که با زرد زیرشون خط کشیدم، و منفی 8 با منفی 7 با منفی 8 هم میشه منفی 15، پس میشه منفی 2x منهای 15. نگاه کنید، این 6 که اصلا متشابه نداره خودشو می نویسم، منفی 7i با 5i میشه منفی 2i، و 9h با منفی 2h بچه ها میشه چی؟ 7h مثبت، و ساده تر از این هم نخواهد شد. بچه سوال بعد رو ببینید، میگه 4 در y به علاوه x به علاوه 2 پرانتز بسته منهای 8 در x منهای y به علاوه 1. ابتدای کار ما اومدیم 4 رو ضرب در y کردیم شد 4y، 4 ضرب در x شد 4x، و 4 دوتا هم 8. حالا منهای 8 ضرب در x منفی 8x، و منهای 8 در منفی y میشه مثبت 8y، و منفی 8 ضرب در مثبت 1 این با قاعدتا منفی میشه که من اشتباه نوشتم، حالا درست شد منفی. حالا بریم سراغ این سوال دوباره. بچه ها نگاه کنید، 4y با 8y میشه چقدر؟ 12y. تا اینجا درست؟ 4x با منفی 8x خواهد شد منفی 4x. بچه این مثبت 8 و این منفی 8 شد، چون منفی 8 ضرب در 1 منفی در مثبت منفی، این دوتا با هم حذف میشه و چیزی باقی نخواهد، پس میشه 12y منهای
4x. سوال 6 بچه‌ها گفته کدام عبارت جبری رو میتونم به صورت ساده تری نوشت؟ چرا؟ نگاه کنید، یک رو دو تا جمله متشابه هم تی به علاوه 5 تی میشه 6 تی، این رو میشه نوشت. ولی گزینه دو رو ببینید، منفی یو منفی 3 وی به علاوه 4 متشابهی وجود نداره، همچنین 3 زد به علاوه 9 ایگرگ و همچنین 7 ام منهای 9 ان اینجا متشابهی وجود نداره، پس جواب فقط گزینه یک خواهد که 6 تی میشه.